به عنوان یه فرد ایرانی کردستان اهل کردستان زندگی میکنم، هیچ اعتقادی به این رأیگیری و نمایندگی و یا حتی رئیس جمهور ندارم. شخص خود بنده 35 سال سن دارم، چند سال چند بار انواع انتخابات شورا بگیرد، نمیدونم نمایندی و رئیس جمهور شده، وضع مردم از الان انگیگ اقتصادن بیاد این محاسبه رو بکنه، از دلار بگیر، از کیلو گوشت بگیر، از هر چی بگیر، وضع مردم روز به روز، الان امروز که باهاتون حرف میزنم تا دیروز آمار گرانی تورم بیشتر شده. الان مثلا حدس میاد قول و وعده های میده، این قول و وعده ها هیچی ثمره نمیگیرن، هیچی وعده هاشونو به درستی پیش رو نمی کنن. هر کدوم میاد برای منفعت خود شخصش، خانواده خودش کوشش میکنه، یعنی حتی بگیری از انتخابات بزرگ کشورهای دیگه یه بیزنسمن دیگه رای گیری میکنه برای کمپانی و شرکت خودش، هر کاراشو رو برا کنه، هیچی نمیاد برای یه مردم فقیر و مستضعف و کارگری یه برنامه داشته باشه. الان برای نماینده ها اون سرمایه داره هایی که سرخانی دارن یا تالر دارن یا هستی دارن، اونا میان ستاد انتخاباتی رو باز کردن، یه قوله وادی هایی ازشون گرفتن تا مجوز بهشون بدن. اونایی که بزیستی هم کمیته هم دادن کارگر هم بیان مثلا برای اونا یه کارایی بکنن. ما خودمون، من خود شخص بنده، از خود شخص بنده یه نماینده حرف بزنم، از خودم هیچی نمیخوام بگم، مثلا مغازه هم از بابت مغازه بگم یا از بابت بچه هم بگم، عمومی میگم. از عمومی بگی بعد به فکر اونایی که واقعا میرن مریض دارن یا کسی ندارن کسبی براشون بکنه یا هیچ پولی براشون نمیاد، اونا باید به فکر اونا باشن تا بتونن زندگی خودشون رو اداره کنن. قول های به مردم میدن، این قول ها رو نمیتونن عملی کنن. چند بار چندمین بار شاهد شدیم برای رئیس جمهور، برای نماینده یه قول های به مردم میدن، این قول ها شاید از 100 تا قولی که به مردم میدن دو تاشون رو عملی کنن، بقیهشون برای خودشون و اطرافیانشون و اونایی که برای ستاد انتخاباتی برای نماینده ها یا برای رئیس جمهور مثلا کوشش میکنن تا رای بیارن، اون قول ها برای بیشتر برای اون است، یه مجوزی براشون بده یا کاری چیزی شخصی برای اونا بکنه، یا به صورت عادی یه بیمارستان یه دانشگاه یا یه کارخونه برای شهر بیاد یا برای منطقه بیاد، جوانان از بیکاری نجات بده، یا مردم و مثلا به طور کلی عمومی مردم تو رفاه باشن نیست. اینه که عن شخص خودم مشکل مالی شاید داشته باشم، ولی برای یه نماینده محترم که روبرو به شهر بزنم باید عمومی حرف بزنی، شهرتون مشکلش چیه، روستاتون کوچهتون مشکلش چیه، عمومی حرف بزنی. اونایی که ناامید شدیم تا الان چندمین بار نماینده میاد، یعنی من خودم اگه مشکل یا چیزی داشته باشم باید از هفتخان و رستم بگذاره تا بتونم با این نماینده ملاقات کنم. الان هم هر روز در مغازه رو میزنن، در خونه رو بزنن، بیا رای بده، بیا مسجد حرف میزنن، بیا فلان زهر میزنن. بابا یه بار شده گوش به حرف مردم کن، ببین مردم حرفشون چیه. از کوچه ها بگیرید، تبلیغات تو مسجد نمیشه، تو کوچه ها نمیشه، تک به تک بیاید، حداقل 20 خانواده رو بگردید ببینید این مردم واقعا چی میخوان، چه دردی دارن، چه مشکلی دارن. مشکل ما مشکل چی بگم، مشکل زیاد داریم ما، یه مشکل دو مشکل سه مشکل نیست. الان یه بیمارستانی مثلا تو شهرمون نیست، باید مثلا بری ارومیه یا شهر دیگه. ما خودمون الان مثلا تو شاید روستای زندگی کنیم، تو کانس درز میخونن، این بچه ها آب خوردن ندارن، 8 ساعت 7 ساعت یا 6 ساعت تو مدرسه هستن، حتی یه بخاری گرم کنندی هم ندارن برای بچه ها. این بچه های من و شماست، آینده یا دکتر میشه یا خلبان میشه یا هرچی میشه،
اونا باید پایه‌گذاری به سهامون دوستهامون یا شغلمون هوی کنیم از لحاظ اقتصادی بگیر، آمادگی، رفاه، امنیت، حتی امنیت هم نداشتیم. سندین بار تو مدرسه ها شیمیایی رو زدن تو مدرسه ها، این امنیت من کجا بود؟ این باید کل اینجا چیزا رو بدید، امنیت بدید، رفاه بدید. اینا ولی شخص خودم هیچ انتظاری ازشون ندارم، ناامید شدم، هیچ امیدی هم بهشون ندارم. یعنی هزار بار دیگه هم رای گیری کنن، نماینده بیاد یا رئیس جمهور بیاد، رأی نمیدم.